گاوداری صنعتی در ماینکرافت. بدبخت و لاک آف دسی 10,000 زدم روی فیشینگ راد. آه یکیشون برداشت. الان شمشیر دست این ناکپک 1,000ه. وای داریم میریم تو کندو. بچه رفتیم تو کندو. بالاخره تعداد سریای آزمایشگاه ماینکرافتمون هم دو رقمی شد. ماینکرافت لبراتوریمون رسید به قسمت 10. و توی این قسمت قرار 12 تا از ایده‌هایی که شما توی کامنت‌های ویدیو قبلی گذاشته بودید رو تست کنیم. چیزای جدید داریم. وای از این کامنت بلاکایی داریم که یه رنگ دیگه است. حالا میگم چرا، توضیح میدم اگه نمیدونید. خیلی چیزای مختلفی هست، متنوع این اپیزودمون هم از کامنت ها داریم. یه چند تاش هم که حتما میتونید از عنوان ویدیو حدس بزنید. بریم تو قضیه. Are you ready? دو تا مورد اولمون خیلی ساده است. اولیش اینه که من خودم هم نمیدونستم که به اندرمن نگاه بکنی، اگه نگاه تو ازش برداری بهت حمله میکنه. من با چند نیم دهه سابقه توی ماینکرافت، شاید بیشتر از نیم دهه، اینو نمیدونستم خودم. و اینو تو کامنت های شما تازه فهمیدم. نگاش کنی فقط صدا هواکش میده، نمیاد سمتت. مثلا من نگات کنم. من اولین بار که توی ماینکرافت اندرمن دیدم انقدر استرس داشتم، نمیدونم چی شد، این اومد منو زد. بعد اون استرس تو من نهادینه شده، یعنی هر موقع اینو میبینم نمیتونم، هول میشم یه جا دیگر رو نگاه میکنم، این حمله نمیکنه، یعنی حمله میکنه. واقعا پشمام، من اینو اصلا نمیدونستم. این من میتونم همینجا بشینم مثلا یه لیوان نوشیدنی بخوریم و رفت که. وای پشتمه. واقعا صدا هواکش توالت میده، دهنش هم باز میکنه، اینطوری کلهشو میاره بالا. حالا دیگه میتونم با خیال راحت. صدا ادرار کردن تو توالت فرنگی میده. اصلا نمیدونستم اندرمن دهنشو میتونه وا کنه. دیگه چی میفرمودید؟ به محض اینکه بیایم اینور حرکت میکنه. چقدر جالب، میتونیم با نگاه کردن بهش متوقفش کنیم. واقعا من اینو نمیدونستم. تا حالا میدونستی؟ نه. من توی این سری به لطف کامنت های شما و به لطف سرچ هایی که خودم کردم برای یه سری از آزمایش ها، واقعا اطلاعاتم نسبت به ماینکرافت میتونم بگم چند برابر شده. بریم سراغ مورد بعدی که توی سری هاردکور و سری سوروایول هم بهش اشاره کردم. گفتم خیلی شاید ندونن، خیلی کوتاه بهش اشاره کنم. F3 به علاوه H یه بار دیگه روشنش کنم. Advanced Tool Tips Shown. حالا این چی هست؟ الان من روشنش کردم، موسمو میگیرم روی یک وسیله مثل نذرایت سوردم و یه چیزی هست اونجا، میبینید دیوریبیلیتی، یا شاید بشه گفت دیوریبیلیتی، شاید بشه گفت مقاومت دیگه، یعنی چقدر دیوریبل وسیلتون. الان برای من 2015 از 2031ه، یعنی من 2015 بار دیگه میتونم هیت بزنم با این شمشیر تا تموم شه. و کلن دیوریبیلیتی همه وسایلتون رو به صورت عدد بهتون نشون میده که واقعا چیز خفنی بود، خیلی هم به من میگفتید. این F3 علاوه H رو بزنید، این دیوریبیلیتی به نمایش در میاد و میتونید ببینید که چقدر دیگه وسیلتون براتون کار میکنه. خیلی نکته جالبی بود، توی همه مودهای بازی هم کار میکنه. یکی از کامنت های فوق‌العاده برگریزون و عجیبی که دیده بودم و امیدوارم کار کنه این بود که شمشیر لوتینگ داره تو، که دارم یه دونه از اپیزود قبلی، لوتینگ 100,000 روشه، اینو بده دست چپت، یعنی دست چپمه و نمیتونم یوزش کنم. ای بابا اینو برای چی زدم ترکوندم. اینو بذار دست چپت و با کمونت تیراندازی کن به ماب ها. داداشمون نوشته بود که این لوتینگ کار میکنه رو کمونت. اگه این کار کنه واقعا شاید حتی بتونم بگم عجیب ترین چیزیه که توی این سری آزمایشگاه دیدم. که کار نمیکنه دیگه، بازی انقدرام هردنبیل نیستش. همین شمشیره درست گرفتم، اگه این کار میکرد دیگه خیلی تخیلی میشد، واقعا تخیلی میشد بازی. تازه داریم میرسیم به موارد جالبمون، تازه داره شروع میشه. گفتین یه شمشیر درست کن با فایر اسپکت بالا، مثلا یه عدد بالا دیگه، من 1,000 رو انتخاب کردم، و گفتید که هر چقدر فایر اسپکت از 2 بالاتر باشه آتیش موندگاری بیشتری داره رو مابی که بهش ضربه میزنیم. شمشیر چوبی درست کردم برای این آزمایشمون که این شمشیره یه وقت نزنه ماب رو بکشه، میخوام دمیجش کم باشه، خیلی یعنی ضعیف‌ترین شمشیر بازی باشه، تا بتونم ببینم این فایر اسپکت درسته 1,000 که روش هست چقدر کارایی داره.
طبق این چیزی که بچه ها گفتن آره همینطوری داشت میسوخت. فکر کنم پس فایر اسپکت هم هر چقدر از دو بره بالاتر کارایی بیشتری داره. اینو خوبه روی مابایی که اچ پیشون زیاده تست کنیم. مثل چی؟ مثل رویجر مثلا. این خوراک تست کردن رو رویجره. چقدر دلم میسوزه براشون. جا داره همینجا اعلام کنم که فایر اسپکت 1000 واقعا کار میکنه. بذار بزنم راحتش کنم. مرز راحت شد، بدبختاش زجر کش میشد. مثل این بود که با یه چاقوی انقدی گردن این نفر رو بخوای قطع کنی. اه چرا این چیز به ذهنم اومد؟ برای دونه دونه اچ پی هایی که ازش کم شد بدبخت زجر کش شد. و اما موردهای بعدی، تو قسمت های پیش دیدیم که میشه با یه سری نیم تگا ماپ ها رو تو بازی برعکس کرد و به من گفتید که برو تو دید این ماپ ها، چون تو قسمت های قبلی هم دیده بودیم که میتونیم بریم از دید ماپ ها بازی رو نگاه کنیم، از دید ماپ های مختلف. بعد الان یه چیز خیلی خفنی که گفتید همین بود که اینا رو برعکس کنم و دنیا رو از دید اینا ببینم. برای مثال پولار بیر برعکسش کنم، دنیا رو از دید این ببینم، ببینم برعکس میشه یا نه. نه گفتم جواب نه 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 نه، جواب سوال شما نست. نه اسکین برعکس میشه اما به لحاظ نرم افزاری دید ماب همچنان عادی میمونه. چقدر جالب. جا داره بازم امتحان کنیم، مثلا روی رویجر، رویجر رو هم برعکس کنیم. رویجر هم من کم اذیت نکردم، اینا هم به فنا دادم بدبخت ها رو تو بازی. احساس میکنم باید یکم ارتفاع بیشتری داشته باشه رویجر، ولی ارتفاع چندانی نداره دیدش. اینو بنده خدا یارو رو از قطب آوردم توی منطقه گمسیری، برعکسش هم که کردم. بذار حداقل خلاصش کنم، از این شرایط اسفبار رهایی بدم. پس نتیجه این شد که ما برعکس میشه ولی دیدش همچنان همون دید عادیش میمونه. یه کامند پشپریزون دیگه که توی اپیزود پیش باش آشنا شدم ایووکر فنگز، کامندش هم میتونید ببینید، سامان ماینکرافت ایووکر فنگز. ولی تو کامنت ها نوشته بودید که میتونی بهش مختصات بدی، چون حالت عادی بزنی دقیقا همون جایی که خودت وایسادی اسپان میشه و خب نمیتونی روی مابای دیگه استفادهش کنی. قرار مابا رو به فنای سگ بدیم. الان من الان مختصات دادم بهش و رنگ این کامنت بلاک هم همونطوری که میبینید عوض شده، چون رو حالت ریپیت یا تکرار قرارش دادم. توی حالت معمولی فکر کنم ایمپالسه و الان من بزنم روی این مختصات، از اینجا هم دکمه بذارم که بتونیم ببینیم، دقیقا همینجا اینو اسپان میکنه. و حالا اگه بذارم رو حالت ریپیت رنگش هم عوض میشه و اینو تکرار میکنه. پارن مابای بنده خدا پارن. امیدوارم فقط روشون کار کنه. کاو اوه 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 کار میکنه. شت تفریح من جور شد. بذارید محوطه درست کنم اینجا. تازه این کامنت کاربردی شد. گاوداری صنعتی در ماینکرافت. اوه 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 امیدوارم به همهشون دمیج بخوره. بدبختا. شت چقدر بد میزنه. میتونم خودم امتحان کنم. چقدر بد و جردهنده. البته به این منظور باید بازی رو بذارم رو حالت سوروایوال، دستم میرسه. وای البته چون زره تنمه خیلی دمیج نمیزنه بهم، ولی قشنگ سرویس میکنه. اوه 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 بذار زره هامو در بیارم. کیپ اینونتوریم هم تروه دیگه، وسایلم از دست نمیدم. اوه 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 جر میده، بدون زره واقعا جر میده. من به اسکلتون ها واقعا ارادت دارم، من عاشق شما هستم. چقدر شما دوست داشتنی هستید. بالاخره به آرزوم میرسم، میخوام اینا رو کشتار جمعی کنم و از مرگ اینا لذت ببرم و راهش رو پیدا کردم. میتونم به صورت مکانیزه اینا رو بکشم و از کشتنشون لذت ببرم بدون اینکه خودم حتی دست به شمشیر بشم. به 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 ای جان به 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 آرزون رسیدم. اسکلتون ها رو به طرز بیرحمانه ای سلاخی میکنن. یه وندرینگ تریدری هست، این مدافع حقوق اسکلتون هاست، خوراک رسانی میکنه. بله پس بدین صورت میتونیم از این کامند استفاده کنیم. یه بار دیگه ببینیم، سامن ماینکرافت ایووکر فنگز، بعد مختصات
حالا میتونیم روی کامنت بلاک بذاریم و کاربرد داره دیگه، مخصوصا برای کسایی که اپ میسازن خیلی کاربرد داره، میتونن با این مثلا مانع درست کنن توی مپشون یا همچین کاری انجام بدن. مورد بعدی و باز هم یک وسیله اینچن شده عجیب و غریب دیگه، لاک آفت سی 10,000 میخوام بزنم روی فیشینگ راد یا همون قلاب ماهیگیری. این کامنت هم که دیدم خیلی حال کردم و فکر میکنم که کار کنه. اگه کار کنه میتونیم باش در عرض مثلا شاید کمتر از 1 دقیقه اون ناتلس شلا رو به دست بیاریم، ببینیم چی میشه. لحظه سرنوشت ساز، بالاخره یه ماهی اومد. یه فیشینگ راد دیگه با مندینگ در اومد، احتمالاً داره کار میکنه. بعدی یه دونه کمون اینچنت شده، حالا با اینکه اینچنتمنتش داغونه ولی فکر کنم داره کار میکنه که دو بار قلاب انداختم هر جفتش وسایل اینچنت شده در اومده. چه جالب، میتونم رو هوا هم وایسم توی کریتیو. ناتلس شل، گفتم ناتلس شل در میاد به زودی. اوکی پس کار میکنه. لاک آف دسی 10,000 زدم روی فیشینگ راد، کاملا تفاوتش محسوسه با ماکسیموم لاک آف دسی که میشه زد تو خود بازی تو حالت معمولی که لاک آف دسی 3، کاملا میشه تفاوتش رو احساس کرد. اویس بذارید یه دونه لور 3 هم روش بزنم سریعتر ماهی بیاد. نیم تگ در اومد، اندر دراگون در میاد الان. یو بو با آمبریکینگ 3، پس واقعا کار میکنه دیگه، مطمئن شدیم که کار میکنه. میتونم بگم خنده‌دارترین ایده و همزمان شاید یکی از بالترین ایده های این اپیزود این بود، توی کامنت ها نوشته بودید که شمشیر ناکپک 1000 رو دراب کن برای یه ماب دیگه که زامبی میتونه باشه و بذار بزنتت با ناکپک 1000 ببین خودت چه بلایی سرت میاد. من از اپیزود پیش ناکپک داشتم، کامندش هم بود، یه دونه شمشیر دوباره به دست آوردم. تایم ست نایت که زامبیامون جزغاله نشن، ببینیم چی میشه. بیام توی محیط بازتر، میترسم گم شم یهو بزنه یه جایی برم مثلا نتونم برگردم اینجا سریو تموم کنم. یکیتون بردارید سر جدتون. او یکیشون برداشت. اوه الان شمشیر دست این ناکپک 1000ه. او مای گاد. بقیه‌شون رو بزنم بترکونم. فکر کنم الان همتون تو بازی قشنگ طرفدار این زامبی اید. به اینجا ببینم با ناکپک 1000 میخواد منو بزنه. بذار تو یک زاویه مناسب قرار بگیرم ببینم چه اتفاق میفته. شت خوردم به این. ولی کار میکنه قشنگ. بیشتر نمیتونی بزنی داشت، زورت همینه؟ قصه نباشی واقعا، من گفتم الان منو پرس میکنه، من رویجه رو زدم از جو خارج کردم. بذار اسکلتونه رو بزنه، وای اسکلتونه رو بزن. آها اما شالا داره پرتش میکنه اون برای تلا میزنه میکشتش. آهان ماشالا، حالا من خودم هم طرفدار این داداشمونم. بزن تا جایی که میتونی بزن، پرت کن. بعضی موقع هم که اصلا کار نمیکنه. فکر کنم حس میکنم ناکبک 1000 روش کار نمیکنه، فقط تو همون حالت طبیعیش که ماکسیمومش 2 اون داره کار میکنه، یعنی الان حکم ناکبک 2 داره این. خودم یه شمشیر ناکبک 1000 بگیرم. اصلا میره خود این داداشمون که مرد. حالا بیا اصلا نیست میشه، این احتمال زیاد همون ناکبک 2 فقط داره روش کار میکنه. اون اتفاق خفنی که انتظارش داشتیم نیفتاد متاسفانه، ولی به هر حال ارزش امتحان کردن داشت. ایده واقعا تمیزی بود، واقعا درود میفرستم به این رفیقمون چون ایده قشنگی داده بود. و اما گفتید شمشیر ناکبک 1000ت رو روی اندر دراگون امتحان کن. خودم که فکر نمی‌کنم کوچکترین تأثیری داشته باشه روش، ولی امتحان می‌کنیم. این سری برای همینه، چون خیلی جاها که فکر می‌کنید یه چیزی اتفاق می‌افته اتفاق نمی‌افته، و خیلی موقعا که فکر می‌کنید یه چیزی اتفاق نمی‌افته اتفاق می‌افته. Yeah. Mm-hmm. True. اندر دراگون. Oh yes. شمشیر ناکبک 1000 و همونطور که می‌بینید کوچکترین تأثیری روش نداره. داداشمون دیگه کارش از ناکبک و اینا گذشته، خیلی بیشتر از این حرفا زور داره. و چرا شمشیرم اینو نمیکشه؟ اسمایت 100,000 رو اینا گند نزنه به آزمایشگاهم. شونه مادرت. شانس من باشه گند میزنه. آندو نداره ماینکرافت، کنترل زد رو بزنم برگرده چند ثانیه قبل. بمیر دیگه بابا، اسمایت رو این. اسمایت 100,000 لام هستم. A few moments later. اوه معکوس کشید رفت، برم دنبالش ببینم جن میزنه به کجا. چقدر جالب، این جایی که همون دراگون قبلی کنده میبینید داره میره به همون سمت.
فکر کنم میره معادل همون مختصاتی که توی اند بیس اصلیشه، اون جای اسپان اصلیشه، فکر کنم میره معادل همون ولی توی اوورورلد. ای بابا ای بابا، با همین فرمون یهو میاد تو ویلج، ویلجو گرم میزنه تو شو. با من با شمشیر با سیب زمینی اسمایت من اینو با یه ضرب کشتم. شمشیرم نمیدونم چرا اینو نمیکشه، مثلا که یه بار دیگه باید از همون سیب زمینی استفاده کنم. سیب زمینی با اسمایت 5000، فکر کنم اینو دوباره باید با همون سیب زمینی هم بکشم. اینجا ببینم اینو، نه دیدشو میشه دید، نمیشه نیم تگ زد روش. وای چرا اینچنتمنت کار نمیکنه؟ یه بار مصرف بود. دوستان صداشو در نیارید، فکر کنم سوتی دادم، باید شارپنس میزدم، حواسم نبود اصلا. اسمایت فقط رو بعضی ما با کار میکنه. جایی نگید، نبینم این درز نکنه، اینو کات نکنید بذارید توی اینستا و چه میدونم اینجور جا. آره شارپنس بود، وقت خودم و وقت شما رو همه رو یک گز زدم توش. البته کات میکنم دیگه اینجا رو. نه قربون. چرا؟ به خاطر اینکه دستم رو گذاشتم روی این کاپ، پام رو گذاشتم، قلبم رو گذاشتم، داغون شدم دیگه. بله هدف آزمایشمون این بود که ببینیم ناکبک 1000 روی اندر دراگون کار میکنه یا نه، که کار نکرد. برای بعدی با این ایدم خیلی حال کردم دیگه، داریم همه اینچنتمنت های عجیب غریب رو امتحان میکنیم. نوبت میرسه به ثورنز. من اینجا کامند رو آماده کردم که یک نیدرایت چست پلیت بهم بده با ثورنز 1000. ثورنز احتمال زیاد همه تون میدونید ولی حالا یه درصدی ممکنه ندونن، یه اینچنتمنتیه که باعث میشه اگه مابی به ما دمیج بزنه خودش هم دمیج بخوره. حالا این چست پلیت رو من دارم با ثورنز 1000. بالاترین ثورنز ثورنز 3 هست و ثورنز 3 به بالا رو توی حالت عادی نمیشه به دست آورد، ولی خب من با کامند الان یه دونه 1000ش رو به دست آوردم. من خیلی پیش اومده حتی توی سری سوروایولی که بازی میکنم و اینچنتمنت ثورنز زدم به خودم، مابا رو نمیزنم، مثلا یو اسکلتون از اون ور 3 4 تا تیر میزنه به من، به خاطر اینکه روی همه زرام ثورنز دارم میمیره اسکلتون. زامبی میاد مثلا یه چک بزنه به من، خودش به خاطر ثورنز من میمیره. مشتاقم بدونم ثورنز 1000 کار میکنه یا نه. انتظاری که الان من دارم به شخصه اینه که با یه ضربه به من همشون بمیرن. زارت تا حالا اینقدر خواستم یه واژه بدی به کار ببرم، تا حالا اینقدر خفیف و خار نشده بودن اینا. بیا اینجا ببینم، زارت با یه ضربه میمیرن. ثورنز 1000 هم کار میکنه. میدونید وقت چیه؟ بس ببینم راستی من میتونم سیب زمینی که شارپنس 50000 داره بخورم. سیب زمینی اینچن شده خوردم. اوکی. پشی به زورم اضافه میکرد. دلم میخواد بزنید منو، فقط دلم میخواد منو بزنید، دقیق بزنید. برای اولین بار تو عمرم میخوام اینا منو دقیق بزنن، اصلا هم هرس نمیخورم. بزنید ای جون، بزنید منو. همدیگه رو نمیخواد بزنید، اصلا منو بزنید. یه منو بزن، منو بزن. آها با یه ضربه میمیرن. بزن آخش، جگرم خنک شد قشنگ. بزن دقیق بزن، من اینجا. ایشک کپک جلبک. دیگه تو بازی گنده تر و وحشتناک تر از رویجر به ندرت داریم، شاید بشه فقط ویدر و اندر دراگون رو نام برد. بیا اینجا، بیا اینجا. نبود، گندشون تو بودی کپک. این بده. بیا اینجا ببینم لات شده واسه من. احساس میکنم منم شاخ دارم، یاد کشتی سومو میفتم، از این کشتی هست که این ژاپنی های چاق اینطوری میرن تو هم دیگه. بیا اینجا ببینم لات شدم واسه من اینجا همه. میدونید وقت چیه؟ وقت سامن ویدره. سامن ویدر فقط میذارم کار کنه روش. سوروایول بود. ببینیم فورنز کار میکنه رو ویدر یا نه، چه برسه حالا به فورنز 1000. اوه اوه، با ثورنز ویدر رو کشتم. آه خسته شدیم دیگه. شت، نه تنها ثورنز در مقابل ویدر مؤثر واقع میشه، بلکه اگه یه ثورنز عجیب غریب مثل این ثورنز 1000 که من دارم داشته باشید، با یک ضربه به من خود ویدر در جا مرد، به ثانیه نکشید. خودم بزنم بکشم. به سلامت. چقدر باحال این ایده ثورنز رو که بچه‌ها نوشتن تو کامنت ها، واقعا دمشون گرم، با این ایده خیلی حال کردم.
کلن ایده های بچه هم داره روز به روز خفن‌تر میشه هر چقدر بریم جلوتر. یه ایده خیلی قشنگ دیگه این بود که بازی رو از دید زنبور ببینیم، مخصوصا داداشامون دوست داشتن دید زنبور رو داشته باشن وقتی که میره تو کندو. چند تا دیگه من زنبور اسپان کنم، اصلا دید زنبور خودش میتونه جالب باشه. یکم داداشمون بالا پایین میره خیلی نرم، جون مادرت فقط برو تو کندو، برو تو کار زندگی مگه نداری؟ وای داریم میریم تو کندو بچه، رفتیم تو کندو. ای بابا ای بابا. Many hours later. چقدر جالب قشنگ زوم میکنه این گله، مثلا داره گرد افشانی میکنه. برو تو برو تو. آه چقدر بد، الان من دیدم کاملا جدا شد از این پا رفت توی کندوش، من دیدم ازش قطع شد. قضیه منتفیه بچه ها، نمیتونیم دید زنبور رو توی کندو ببینیم، ولی کاملا ایده قشنگی بود. مهم ایده است، ایده خیلی باحالی بود و حالا با موفقیت همراه نبود دیگه، حداقلش اینه که فهمیدیم. ایده آخری که بچه ها نوشتن یه کامنده که باش میشه فایربال رو سامن کرد، سامن فایربال به همین راحتی. حالا فایربال چیه؟ همین اینه که میبینید اینجا هم سامان شده و حالا نمیدونم چجوری ولی داره دیده منو دنبال میکنه. فایربال همین چیزی که مثلا گست پرت میکنه تو بازی، هم میشه جمعش کرد و دقیقا هم همون اثر رو اعمال میکنه وقتی که به جای برخورد کنه. مثلا میام یکم بالاتر سامنش کنم اینجا، الان این آماده است که من این سمت این رو پرتش کنم سمت همین زنبورا که نامیدمون کردن، تلافی کنم. دیده تو به من نشون نمیدی کپک. آهان زارت، دیده تو هم من مخفی میکنی، بسوز. کامند باحالیه و به اینم میشه مختصات داد و حالا نمیدونم میشه مکانیزمی درست کرد توی بازی یا یه کامندی نوشت که اینو پرت کنی به یه سمت، اینو مطمئن نیستم، ولی همینش هم که میشه اسپانش کرد خیلی باحال. اونطور هم کامندشو آماده دارم دیگه میزنم. دلم خنک شد قشنگ، نابود شد. قوانین فیزیک رفت زیر سوال، هستی به نیستی تبدیل شد، قانون پایستگی ماده و انرژی و اینجور چیزا همه زیر سوال رفت با این صحنه. هر چقدر من توی سوروایول کریتیو هاردکور این اسکلتون های لجن رو بزنم واقعا سیرمونی ندارم. نگاه داره الان میگه دیدن خر صفا داره، ولی یه نکته که داره اینه که فایروال خیلی دمیج نمیزنه، بیشتر قیافش خفن و ترسناکه، نه ریدیس خیلی زیادی داره که مثلا بگیم شعاع انفجارش زیاده، یا اصلا نمیکشه. تو بازی هم آنچنان دمیجی نمیزنه با آدم. اینجا متوسل میشیم به همون ثورنز خودمون. بزنید بچه بزنید. به 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 به. فکر کنم سریع ترین روش کشتن ماپا رو تو بازی پیدا کردم، برخلاف چیزی که ممکنه خیلی ها فکر کنن یه شمشیر خفن درست کنم یا مثلا یه کمون خفن درست کنم که باش ماپا رو سریع بکشم. فکر کنم برخلاف همه اینا بهترین روش برای کشتن سریع ماپا این باشه که ثورنز بزنیم، ثورنز بالا بزنیم روی آرمورم. براوو. زنجبیل چطوره عزیزم؟ او زنجبیل منو نزنه، زنجبیل در حالتی که من ثورنز روی تنم منو بزنه فکر کنم بمیره خودش. این کامنده خیلی باحال بود، این کامنده ایوکر فنگز. جا داره اینو یکم دیگه تست کنم. الان رویجر گذاشتم، ببینم رویجر چه بلایی سرش میاد. رویجر رو فکر نمیکردم یه روزی با فنگ رفیقش ایوکر بزنم بهتره کنم. امیدوارم که از این اپیزودم لذت برده باشین. 12 تا از مواردی که شما گفته بودین رو تست کردیم، دوتای اولش که نکته بود ولی خب بقیه رو تست کردیم، خیلی جالب بود، نتایج جالبی به دست اومدین. فنگه خیلی باحال بود، فایر اسپکت 1000 رو فهمیدیم که کار میکنه، لاک آف دی سی هم فهمیدیم که کار میکنه، هر چقدر از 3 بالاتر باشه در عمل توی بازی تاثیرش رو میشه دید. آن شمشیر ناکبک دست ماوای دیگه باشه کار نمیکنه، فقط همون ناکبک دوش کار میکنه. بعد ثورنز که خیلی جالب بود، شاید بشه گفت حتی جالب ترین نتیجه که به دست اومد، حتی ویدر هم با یک ضرب خودشو کشت با ثورنز. در کل این اپیزودم خیلی جالب بود، دم همتون گرم، ایده‌های خیلی خوبی دارید، میتونید برای اپیزود بعد هم ایدهاتون رو کامنت کنید. انقدر ایدهاتون خوبه که دیگه اصلا وقت نمیشه و کار به اینجا نمیرسه که من بخوام حتی ایده های خودم رو به کار ببرم. خیلی ممنون که حمایت میکنید از کانال با روش های مختلف. حتما منتظر اپیزود بعدی باشید و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار همه.